سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همه چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک اخبار رپی دیگه و کوکتل بیل بورد. برای بررسی کنیم با هم هفته دوم مهر ماه 1403 رو که چقدر کویر بود. یکی از کویرترین هفته های تاریخ رپ فارسی بود بعد از اون اتفاقات دو سال پیش و خیلی عجیب بود، خیلی ترکم اومد. خلاصه بریم با هم داشته باشیم. بازم فریستای مقبول آخرم دیگه نیست دایی علف رو لبه تیمم بیست شاری نگر تو خیابون اینم نیست دایی دو تا وسوده گذاشتم زیر پایی ببینم کردم تو چونت میل دایی ببین آخرشم تو هم سوخ میدی عین پسر مالک و میل دایی اوه 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 میگیرم رو همه تون بگیرین دهنتون لباس هم همه مارچه استایلم گنده از اینه تانکه داچه زایده گایده پارچه میگه سیف میبلش کن یانگه نکشیمون بابا دنجروز خوبه خودم گذاشت. تیزری که دیدید برمیگرده به پوریا آدرویت آهنگ اوه اوه که قرار به زودی منتشر بشه. یه اتفاق جالب این هفته داشتیم و اونم جابجایی رکوردهای مصاحبه های مخصوصا رپرها بود که برنامه بازیا که مجریش علی زیا هستش با محمد رضا شایع یک برنامه مشترک یک مصاحبه داشتن که تو 4 روز 1,000,000 شد. عدد جالبی بود. اما از این موضوع که بگذریم تو کامنت های بازیا خیلی پر بود که آقا با یاس و سورنا هم مصاحبه بکن که علی زیا نشه و چشم که خیلی اینجوری ان که داره تلاشش رو میکنه این دوتا رو بیاره و چه جالب میشه از سورنا که ندیدیم، یاس هم خیلی وقت مصاحبه نداشته، خیلی جالب میشه و ببینیم چه جوری میشه. علی جیدال و بهزاد لیتو بعد از مدت ها که مشکل داشتن و حتی جیدال دیس کرده بود لیتو رو و لیتو هم جواب داده بود تو آهنگ بیزنس بود اگه اشتباه نکنم همو فالو کردن. جالبه، فکر میکنم آخرین همکاریشون شوگرمن بود اگه اشتباه نکنم. میتونه ترکیب جالبی بشه بعد از این همه مدت. از این موضوع که بگذریم مسلک همچین توییتی گذاشت به نظر میاد تو پاییز که پیش رو داریم و الان توشیم یک ترک داره. ترکای پاییزیش واقعا جوابه، حال میده. یه سری شایعه هم داره پخش میشه که آرتا با بکس که یک رپر بریتانیایی هست احتمال داره همکاری بکنه و یک ترک بین المللی دیگه بندازه بالا. برسیم به ترکایی که این ماه 1,000,000 رو رد کردن تو پلتفرما. برگرد از سیجل که با همکاری بهزاد لیتو و سامی بیگی بود 1,000,000 شد در ساندکلاد. دومین میلیونی سرتونینه. واسه بی چ هم از ویناک 1,000,000 شد. 11 میلیونی ویناک تو سانکلا. موزیک کندی هم از پوری آدروید که برای آلبوم چقرمود 2 بود با همکاری کچی بیتس کوشا و 38 هم 1,000,000 شد. اولین میلیونی این آلبوم بود. موزیک ییزی از پوری هم 1,000,000 شد. این 3 میلیونی آلبوم فیله. این تنها ترک پوری نبود که میلیونی میشد این هفته و گیج میره سرم هم که از آلبوم فیل بود هم 1,000,000 شد، شد 4 میلیونی فیل. ترک جنازه هم که همکاری هومان یانگ سادن آرون و آرمان میلادی بود هم در ساندکلاد 1,000,000 شد. پیچید از متین فتاحی هم 1,000,000 شد که اصلا پر بود همه جای تایمی، خیلی میدیدیم تو اینستاگرام و اینور اونور. همون ترکی که میگفت حبیبی هنو گنگ ندیدی که به شدت تو اینستاگرام ترند بود. و دومین میلیونی متین فتاحی هم نکته عجیبی که یعنی باعث شد من بهش فکر کنم بعد این ترک، ترکی که همه جا بود یعنی دهنمون سرویس شد انقدر همه جا دیدیمش، بعد از این همه مدت 1 سال شده فکر میکنم میلیونی شد. بعد بعضی از ترک‌ها 1,000,000 2,000,000 3,000,000 میشن یه دونه پست نمیبینی ازش، واقعا یه دونه پست نمیبینی. چه جوریه این داستانه؟ این یه کوچولو منو داره مشکوک میکنه مگه میشه ترکی که انقدر همه جا پر بود، همه جا میدیدیم رو میما اینور اونور و 1,000,000 میشه بعد از این همه مدت، ولی ترکایی که اینور اونور نمیبینیش نمیشنوی خیلی ایزی میره بالا. نظر شما چیه؟ سینگل ترک نفرت از هیپاپولوژیست و کاگان هم 1,000,000 شد. این 90 میلیونی هیپاپولوژیسته. 90 تا میلیونی یعنی 90 تا ترک 90 میلیون حداقل. دمش گرم پادشاه ساندکلاد، فکر میکنم لقب برگزیده ایه واسه سروش هیپاپولوژیست. همه مغزم هم بفهم دلم حالیش نیست با از بچگی گفتن هر کار رو نکن رو دند لچ من کردم هر راهی رو بهم گفتن نرو تخت گازن پنج من رفتم من خستگی ناپذیرم ستونم انگار
سر سر میسازم اگه کتا اومدم سر تو جلو دنیا تو نمیارزیدی من به جنگم برا تو نمیترسیدی برم هر از اول آرزونه که بخندم دوباره از ته قلبم همو داشتیم بعد گل میکاشتیم ولی خاطر ساختیم حتی بودیم غیر که آشتی. دو تا دموی که دیدیم دموهای جدیدی بود از آلبوم AKA کنیس که قرار به زودی منتشر بشه و آرتیستای توش هم مشخص شدن. 21 مهر ماه منتشر میشه. خیلی آلبوم مورد انتظاریه، چه از اون شورت فیلمی که به عنوان تیزر داستان داده بودن و چه از دموهایی که داره میاد. کلا کنیس خیلی آندرریتد ولی خیلی خفنه. خیلی مشتاقم ببینم این آلبوم چه جوریه. از اینم که بگذریم، پیتزا از مهرات هیدن و شای هم 1 میلیونی شد. سومین میلیونی آلبوم پیتزا بود در سانک. به قیافت نمیاد از تی جی و تی ام هم 1 میلیونی شد. 7 میلیونی تی جی بود. نکته جالبی که هست همین تی جی یه سری داستان راجبش هست که داره فیک زده میشه رو پلتفرماش و اینها. یکی از ترکا رو خودش گردن گرفت که آره عجیب غریب بود. یه جورایی توی فضای مجازی اینجوری ان که دستش بالاخره رو شد. اون ترکه منطقی میومد که اونجوری باشه. من خودم یه بررسی کردم، آخه ویوهای تی جی اونقدی عجیب غریب بالا نیست که بگیم داره فیک میزنه. با توجه به اینکه فیک تو ساوندکلاود هم خیلی گرون نیست و حتی میشه خیلی حواس آدم باشه که چجوری فیک بزنی که معلوم نشه مثلا روزی 20K بزنی تو ماه اینا، بنابراین نمیدونم حالا اون کار خودش بوده یا نبوده، ولی خیلی آماراش به فیک نمیخوره. یعنی قرار بود فیک بزنه انقدر آندرریتد نبود به نظر من همین تی جی. اوس کریم از دانیال هم میلیونی شد. 7 میلیونی دانیال تو ساوندکلاود. پیج اینستاگرام دیریل فارسی که متعلق به زیرو تونی وانکید بود، لیبل دیریل فارسی که اصلش مال زیرو تونی وانکی بود، خیلی های دیگه هم داشتن میزدن، حالا داستان عجیب غریبی داشتن. بالاخره بعد از 2 سال پیج اینستاگرامش برگشت. اولش فکر میکردم در سطح همین، خواستم بدونم نسبت عشقمون چند همین، تو هم خوب میفهمی هر چند که خری دمت گه بیاد گرفتی خنجر بزنی زندگی گم و دیدی خواستی گوهترش کنی فکرم. پوریا پوتک یه استوری گذاشت راجع به اینکه آقا خیلی طول کشیده امیری، تا الان 3-4 تا تاریخ پخش به من دادن اما به خاطر وی اف ایکس سنگینی که داشته طول کشیده، اما تموم شده این هفته و به زودی تو همین ماه منتشر میشه. خیلی وقته داریم راجع به امیری میشنویم، داره یه سال میشه اما به نظر میاد دیگه آخرشه. یک پدیده ای که این روزها تو رپ فارسی خیلی داریم میبینیم اینه که خیلی از آرتیستا میرن سمت تئاتر و اجرا و نمایش و این داستان ها، و مهیار هم رفت یک نمایشی اسم خماری 5 میلیارد توی تهران فروختن، توی رش برگزار شد. تمام بلیط‌های 4 سانسش توی چند دقیقه به فروش رفت که احتمال داره جای دیگه هم برگزار شه. خیلی باحال استقبالو ببین از رپرها وقتی میشه توی تئاترها چقدر میرن. حالا ببین اینا کنسرت بذارن چه اتفاقیه، چه درآمدزایی سنگینیه، چقدر کار ایجاد میشه. به امید روزی که بشه، حتی چه جوریش هم مهمه. چون کیشم مهم نیست نه، مهم نیست نه، مهم نیست نه، چورم فاکت اپ مهم نیست نه، مهم نیست نه، مهم نیست نه، چشم کیشم مهم نیست نه، مهم نیست نه، مهم قلبم و اشکم. گوش کن یه بارم حرفمو، حرفمو، از این پابلیک شدم پلی بوی، میکوبم فارسی بزا پلی کن، ایرانی نباشن میشناسن اسمو، دفای تاکسیک بلدم ورسو، نلماسم تو غرب کانی وست، ورق جلوم پر میشه تا خالیشه پیک، یه کشور میدونن کیه بازی کش، نکری رسیدم هر طور واسه من شیرینه واسه تو تل، قلبمو شیکوندی سگ خورد با اینکه ردیم ندارم رد خورد، تو دشمنمی یا با دشمنم فلو مثل یه شمشیر دولبه تیزه، خایلای پام دادا چا همه چیزه، همه میگن رپم سی که واقعا مریضه، بسام همه بمیره باز دارم غریزه، کار زیاد تو آرزوام دولاشه، وانت میاد
کیلویی از شمال جنس خارجی ها عجم بکنی چسناله تران و سکول بکس رترو باز آنالوگ هنکون وستو با یکی شد روشن سود کشیدن سنسورا مثل کف دست بلدم بازی رپو همیشه ازم میگرف این آینه ترسو اون موقع که تو رو درخ ویتامین بودی من با کتونی مت میکرم پایین شهر رو هریم بده میخنه سلیبم بکشون زیر تیغ من و خودت و خاطرات تو با هم من دیگه کارم تمومه نمیتونه بره یه دلم مثل شعرامه همیشه پره یه دلم سر جاش نیست چون یه دلم پیش توه یه دلم مثل ایرانه حالش خوب نیست پاتم چون دارم تب شاعری تازه بعد دمی زنم تو خیابون ناظری با سولی ها کف محل و قیافه ها آزنی به یه حاصلی ما سولی کار ما نالنی رو ایرم آخه فورتان پامه به جا گاناجی خودکار پامه بیت میتا میشن خودکار کامل هر شب یه تک پخش میشم اسم مختارنامه میکنه پیدا مامورم لوکو برای مشهد من بودم لوگو کسابتو میگم پرنسس چون سیبیلاتو نبودم بکن خوبیم بود از اخبار رپی و کوکتل بیلبورد این هفته امیدوارم لذت برده بوده باشید بنویسید توی کامنت ها که ترک مورد علاقه شما این هفته کدوم بود دمتون گرم تا ویدیو بعدی see you soon.